شفیق خپلواک شاعر شناخته شده افغانستان که شعرهایش به فارسی و زبانهای دیگر نیز ترجمه شده، در انتقاد شاعرانه ایدهای مذهبی در افغانستان را عیاد مردانه خوانده که زنان در آن حتی اجازه حضور در مسجد را ندارند. او نوشته که برای اولین بار در خارج از افغانستان توانسته برای نماز عید به مسجد برود. شفیق خپلواک شاعر و نویسنده را در برنامه با خود داریم. خانم خپلواک، شما از حضورتان در نماز عید نوشته بودین، احساستان را بر ما بگوین که چگونه بود حضور داشتن در مسجد و نماز خواندن؟ سلام بر شما و برندگان عزیزتان، عید شما و همه وطندارای عزیز مبارک باشه. ما بار اول به نماز عید رفتم در مسجد و خارج از کشور. ای کاش میتونستیم داخل کشور این قسم یک فضای آرام داشته باشیم که کل ما زن و مرد بتونیم به نماز عید بریم. من وقتی رفتم یک مسجد در اینجا نزدیکی خانه بود، بسیار زیاد زن آمده بودند از کشورهای مختلف، از کشورهای عرب، از پاکستان، از هند، از بنگلادش و کشورهای دیگه اسلامی. ما کسی را نمیشناختم، افغان خود ما در اینجا کم بودن. یک حس غربت بود، یک حسی که مرا گریه گرفت وقت نماز میخواندم و هیچ کس نبود که روی تدعو بتی و بمرایش سلام علیکی کنی و ای تبریکی بتی. در این حال که یک حس مسجد داری که یک حس صلح آمیز است که در خانه خدا هستی و نماز تا میخوانی. در این حال پس آدم یک درد عمیق است که نمیتونی ای را چرا تا حال تجربه نکردی و نمیتونی ای را امرای مردم خودت تجربه کنی، امرای همزبانای خودت تجربه کنی. بله. در جایی که کشور خودت است چرا نمیتونی؟ بله. چی فکر میکنین در افغانستان چرا زنها مثلا نمیرن به مسجد در روزهای عید و نماز اونجا ادا نمیکنن؟ آیا مسئله فرهنگی است و یا فهم نادرست از دین باعث شده که اینا نتونن در مساجد برن و ادای نماز بکنن؟ من فکر میکنم شاید بیشتر مسئله فرهنگی باشه نسبت به از اینکه مسئله مذهبی، چون در کشور مختلف مسلمان دیگه ما میبینیم که زنها به تراویح میرن، به نمازهای دیگه، نماز جمعه میرن، نماز عید میرن. یک چیز بسیار عام است در کشورهای دیگه، ولی در کشور ما یک مسئله مذهبی شده، میبخشین فرهنگی شده و از زنها نسبت به فرهنگی که داریم که باید در خانه باشن، در خدا کنه در هر جای دیگه، حتی در کابل که نسبتا فضا آزادتر بر زنها بود 20 سال گذشته، عام نبود که زنها برون مسجد. یک رقم حتی اینمی تابو شمرده می شد. بله. عادی نبود که برای یک زن در نماز جمعه برای یا نماز ایده ادا کنه. یک مسئله فرهنگی است به نظر. بله. حالا از شعرهای تازه تان چی خبر است؟ یا شعر تازه نوشته کردین؟ میخواین ما را مهمان شنیدن شعرتان بکنین؟ متاسفانه مثل چیزای دیگه که از افغانستان رفتن، شعر من از پیش ما رفته. شعرهای نو زیاد ندارم، ولی یک دو لنده پشتو رو برتون میخوانم. لنده ای بفرمایید بکنه که ایدای دیگه ما خوش باشم، ما در خوشحالی در کشور خود، در وطن خود تجلیل کنیم. اختر در طول و مبارک شه، اختر در طول و مبارک شه که مسافر وی که بخپل وطن که بینه. اختر پتو کتو کران غی، اختر پتو کتو کران غی، نمی لخته اشته نده غالی میرونه. بسیار تشکر از شما، خیلی شیرین بود، واقعا لذت بردیم. امیدوار هستم که شما به شعرهایتان بپردازین و انتظار شعرهای تازه از شما داریم. خانم شفیق خپلواک شاعر و نویسنده، ممنون از حضورتان در برنامه. سلامت باشین، تشکر.